سرخط خبرها. ادعای تلاش ایران برای تخریب وجهه ترامپ در انتخابات آمریکا، تهران میگوید اتهام واشنگتن تکراری و ساختگی است. حمله هوایی به مسجدی در ولایت تخار افغانستان، بیشتر قربانیان کودکند. کارزار آمریکا علیه معاهده منع جنگ افزارهای هسته‌ای، واشنگتن از کشورهای عضو خواست از این پیمان خارج شوند. و خوردن عروس دریایی به جای ماهی، راه حل دانشمندان برای نجات گونه‌های در حال انقراض. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. رئیس تشکیلات اطلاعاتی آمریکا گفته ایران در کنار روسیه به اطلاعات رای دهندگان آمریکایی دست یافته و از آن برای اثرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده. جان رتکلیف مدیر اطلاعات ملی آمریکا گفته افراد تحت کنترل ایران ایمیل های ساختگی که به نظر از طرف یک گروه شبه نظامی آمریکایی بوده برای رای دهندگان دموکرات در چند ایالت کلیدی فرستاد و آنها را تهدید کردند که باید به دونالد ترامپ رأی بدهند. وزارت خارجه ایران با اظهار سفیر سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است، این اتهام را رد کرده و گفته برای ایران فرقی نمی‌کند کدام نامزد در انتخابات آمریکا برنده شود. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. مدیر سازمان اطلاعات ملی آمریکا دیشب به وقت واشنگتن تایید گزارش‌هایی که ایران و جداگانه روسیه به اطلاعات رای دهندگان ثبت نام شده در آمریکا دست یافتند و از آن برای انتقال اطلاعات نادرست و ایجاد سردرگمی و هرج و مرج در انتخابات استفاده کرده است. ما شاهد بودیم که ایران با این هدف ایمیل های ساختگی به رای دهندگان میفرستد تا آنها را مرعوب کند، اختشاشات اجتماعی به راه بیاندازد و به شانس انتخاباتی رئیس جمهوری صدمه بزند. به گفته جان رتکلیف، ایران در روزهای اخیر ایمیل های ساختگی از آدرس گروه شبه نظامی و راستگرای پراود بویز که از طرفداران ترامپ است به رای دهندگان دموکرات در چند ایالت کلیدی فرستاده. به گفته آقای رتکلیف، در این ایمیل ها از رای دهندگان دموکرات خواسته شده که به حزب جمهوری خواه رای بدن، وابستگی حزبیشان را تغییر بدن. در این ایمیل گفته شده که فرستندگان خواهند فهمید که دریافت کننده به چه کسی رای داده. دست آخر هم دریافت کنندگان تهدید شدند و برای ارعاب آنها آدرسشان هم در ایمیل آورده شده است. در کنار این ایمیل ها، ایران مطالب و ویدیویی هم منتشر کرده که القا می کند که افراد می توانند در این انتخابات تقلب کنند، به خصوص از طریق سرویس پستی از خارج. این ویدیو و مطالب درباره تقلب در انتخابات حقیقت ندارد. رئیس جمهوری آمریکا مدت هاست که در سخنانش سلامت آرای پستی را زیر سوال برده، اگرچه همه مقام های رسمی کشور و کنگره آمریکا دلیلی بر این ادعا پیدا نکردند که امکان تقلب در حدی باشد که بتواند تاثیرگذار باشد. وزارت امور خارجه در واکنش اتهام ها علیه ایران جدی است و تلویزیون ایران امروز خبر داد که وزارت خارجه سفیر سوئیس را که حافظ منافع آمریکاست فراخوانده و به او گفته که ایران این ادعاها را رد میکند. بار دیگر تاکید میکند برای تهران هیچ تفاوتی نمیکند کدام یک از دو نامزد کنونی راهی کاخ سفید شود. مبارزات انتخاباتی در آمریکا در روزهای آخرش است. مقام‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند که افشای دخالت‌های ایران در این انتخابات به دستور رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته و اطلاعات آن هم در اختیار رهبران حزب دموکرات گذاشته شده است. کسرا نجی، بی بی سی. میثم بهروش، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه لند در شهر مالمو سوئد با ما هستن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای بهروش، یکی از مسائلی که گفته میشه اینه که این ایمیل ها برای رای دهندگان دموکرات فرستاده شدن با هدف تخریب چهره آقای ترامپ در این انتخابات. خب رای دهندگان دموکرات که تصمیمشون رو به نظر گرفتن و میخوان به آقای بایدن رای بدن، تخریب چهره ترامپ برای ایران از طرف با چنین ارسال چنین ایمیل هایی چه نفعی میتونه داشته باشه؟ بله، ببینین، اگر از قضیه رو در واقع به ظاهر قضیه نگاه بکنیم و ظاهر قضیه رو اونطور که بیان شده بپذیریم،
اون وقت این به معنیه که یک سری هکر ایرانی از این گروه پراود بویز که حامی ترامپ هست استفاده کردن و رای دهندگان دموکرات رو تهدید کردن که به ترامپ رای بدن. و خب این هم این ظاهر قضیه با چیزی که ایران میخواد خیلی سازگار نیست. یعنی خب ایران خیلی همونطور خیلی ها تاکید میکنن به خاطر فشاری که از بابت سیاست فشارت اکثری داره دریافت میکنه ترجیح میده که ترامپ بره. یعنی این سه تا بازیگر اصلی رو که اسم میبرن که در واقع اینها تمایل دارن دخالت بکنن در انتخابات آمریکا، روسیه، چین و ایران، روسیه به نفع ترامپ عمل میکنه، چین و ایران به نفع بایدن. یعنی به این شکل اگر بخوان دخالت بکنن دخالت میکنن. منتها حالا از ظاهر قضیه اگر بگذریم، بحث اینه که چون ایران نمیخواد بهانه دست ترامپ بده و باعث بشه که خودش رو حالا به عنوان قربانی اینجا جلوه بده، چنین ریسکی رو مرتکب نمیشه. یعنی بسیار بعید هست که ایران چنین ریسکی رو مرتکب بشه. بعد یه بحث دیگه هم اینه که اون پراود بویز، از قضا پراود بویز یکی از گروهایی هستش که ایران که حکومت ایران ازش بدش نمیاد. یعنی اینها به عنوان به طور بنیادی تر به عنوان عوامل بالقوه ناآرامی داخلی در آمریکا بهشون نگاه میشه و از این جهت تخریب وجهه اونها در واقع برای ایران تو این مقطع خیلی معقول به نظر نمیرسه. بعد اینم در نظر داشته باشید که در واقع این اعلام، این نتیجه گیری رسمی دولت آمریکا که ایران رو مقصر دونستن فقط یک روز طول کشید. یعنی سریع ترین ارزیابی دخالت یک کشور. سوال دیگری که پیش میاد آقای بهروش اینه هست که آمریکا ایران رو در کنار روسیه قرار میده، ولی به نظر میاد که اونطور که شما میگید اینها اهداف متفاوتی رو دنبال میکنن. پس نمیشه گفت این یک جور اتحادی هست بین ایران و روسیه، بلکه این کاری که ایران اگر بکنه، اگر که گروه های هکر ایرانی پشت این کار باشن، ابتکار عمل مال خودشونه. ای کوتاه بفرمایید. ببینید، روسیه تمایل به پیروزی ترامپ داره. ایران و چین در واقع سه تا بازیگر خارجی رو سازمان اطلاعاتی آمریکا به طور کلی اسم بردن. حالا قبلا هم گزارشش بود، یعنی چند ماه پیش گزارشش بود. ایران و چین به نفع ترجیح میدن بایدن بیاد سر کار، روسیه ترجیح میده ترامپ بیاد سر کار. و الان اینکه ایران در واقع یه طوری نشون داده میشه که میخواد در ظاهر قضیه ترامپ رو برنده بکنه، این با عقل جور در نمیاد. حتی اگرم بگیم که خب همونطور که جان رتکلیف در واقع این مدیر سازمان اطلاعاتی آمریکا گفته که هدف این قضیه ضربه به ترامپ بوده، ببین ایران همچین ریسک احمقانه ای رو تو این شرایط نمیکنه که به ترامپ اجازه بده خودش رو قربانی جلوه بده و اینطوری رأی جمع بکنه. و در نهایت هم این که ببینین جان رتکلیف اخیراً منصوب شده به هدایت اون 17-18 سازمان اطلاعاتی آمریکا، مسئول مدیر اطلاعات ملی آمریکاست و ایشون از در واقع سیاستمداران وفادار به ترامپ هست و تو همین چند ماه اخیر به شدت نگرانی افزایش پیدا کرده که ترامپ داره دستگاه امنیتی اطلاعاتی آمریکا رو سیاسی سازی و در واقع شخصی سازیش میکنه. همونطور که در مورد سوپریم کورت در واقع دیوان عالی هم الان داریم میبینیم که داره اون کاندیداهای مورد نظر خودش رو اونجا میشونه. ممنونم از شما میثم بهروش، پژوهشگر رابطه بین الملل در دانشگاه لند از شهر مالمای سوئد. وزارت بهداشت ایران تازه ترین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته را نزدیک به 5500 نفر اعلام کرده و گفته در این مدت دست کم 304 نفر هم جان باختند. ایران بالاترین آمار رسمی ابتلا و جان باختگان کرونا در خاورمیانه را دارد، هرچند حالا مقام های وزارت بهداشت هم اذعان می کنند آمار واقعی بسیار بیشتر است. به گفته وزارت بهداشت حالا 27 استان از جمله تهران در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند. رئیس مجلس ایران با انتقاد از کمبود 300 هزار معلم در این کشور گفته برای جبران این کاستی باید برنامه ریزی کرد. محمد باقر قالیباف که در جمع اعضای تشکل‌های فرهنگی صحبت می‌کرد با اشاره به سرمایه گذاری خیرین تأکید کرد که آموزش و پرورش باید مردمی شود نه خصوصی. او همچنین گفته آموزش در دهه گذشته به حال خود رها شده، در حالی که تمام توجه مسئولان باید معطوف دغدغه‌های آموزشی باشد. رئیس مجلس گفت باید صدای معلم‌ها شنیده شود.
مقام‌های محلی در مرکز ولایت تخار در شمال شرق افغانستان گفتند در پی یک حمله هوایی به یک مسجد 12 خیر نظامی کشته شدند که اکثرشان کودک بودند. به گفته سخنگوی والی تخار این حمله بعد از ظهر دیروز به اشتباه صورت گرفت. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در صفحه فیسبوکش نوشته خبر کشته شدن کودکان بی اساس است. یک روز پیشتر در حملات طالبان به ولسوالی بهارک ده ها نیروی امنیتی کشته شدند. روین رهنوش گزارش می‌دهد. بیمارستان مرکزی شهر طالقان تخار. اقارب این کودکان میگویند آنها زمان حمله هوایی به مسجد سرگرم آموزش بوده اند. خطیب مسجد که خود در حمله زخمی شده هم میگوید شاگردانش کودکان زیر 14 سال بودند. نمیدانم حادثه چگونه رخ داد. من در این بیمارستان به هوش آمدم. در آنجا غیر از من و کودکان دیگر کسی نبود. حمله هوایی باشندگان محل را وحشت زده کرده. این تیاره آمد از بالا بم پرتافت مسجد برادر خاکوار کرد. ما رفتیم برادر شهیدا را هم کشیدیم. یک تا بچه ها را زخمی بود اونا را هم کشیدیم. مولای مسجد هم کشیدیم و گرفته در شتک آوردیم. انتقال دادیم طرف شفاخانه. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته در این حمله آنهایی که دیروز نیروهای ما را به خاک و خون کشیدند نابود شدند. وزارت دفاع هم گفت واکنش به حملات طالبان بوده و 12 عضو این گروه و شمال فرماندهانشان کشته شده اند. این وزارت در اعلامیه اش گفته ادعاها در مورد تلفات غیر نظامیان را بررسی می کند. گروه طالبان سه‌شنبه شب حملات گسترده ای را بالای ولسوالی بهارک در جوار شهر طالقان راه اندازی کرد. در این حملات به شمول آمر امنیت تخار بیش از 30 نفر کشته شدند. وزارت داخله می گوید حملات طالبان بی جواب نمی ماند. ما پاسخ هر نوع تحرکات طالبان را در هر نقطه که است بتیم و کمک رسانی به اسرع وقت صورت بگیره. و ما در یه عرصه اراده جدی داریم که عملات تهاجمی طالبان را به هر شکلش پاسخ بدیم، چنانچه در ولایت هلمند طالبان متحمل تلفات سنگین شدند. انتظار می رفت بعد از آغاز گفتگوهای مستقیم دولت و طالبان در دوحه قطر یک راه حل برای کاهش خشونت ها یا حداقل توقف موقتی جنگ پیدا شود، اما با گذشت حدود 1.5 ماه نه تنها این نشست ها دستاوردی نداشته که جنگ در این روزها به بالاترین حدش در 6 ماه اخیر رسیده. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. سعد حریری بار دیگر نخست وزیر لبنان شد. میشل اون رئیس جمهوری آقای حریری را برای این سمت معرفی کرد و پارلمان به او رأی اعتماد داد. آقای حریری وعده داده برای حل بحران اقتصادی وخیم لبنان از افراد خبره در دولتش استفاده کند. او همچنین گفته به طرح فرانسه برای اصلاحات در لبنان پایبند خواهد بود. آقای حریری پارسال در پی چند هفته اعتراضهای خیابانی گسترده علیه دولت استعفا کرده بود. از آن زمان مخصوصا بعد از انفجار مهیب اخیر در بیروت مشکلات این کشور بدتر شده. همکارم نفیسه کوهنورد از لندن ماست. در این یک سال چه چیزی عوض شده برای آقای حریری و او چه کار میتونه الان بکنه که از گذشته متفاوت باشه؟ نفیسه، برای آقای حریری چیز زیادی عوض نشده. این برای تظاهر کننده های لبنانیه که دارن بر میگردن، یعنی برگشتن به خونه اول، برای اینکه نام آقای حریری هم بارها بارها در شعارهای ضد این سیستم بود، شنیده می شد در خیابانها، به خصوص حتی در تظاهراتی که بعد از انفجار بیروت رخ داد. بارها بارها شعارها علیه آقای حریری رو می شد شنید. حضورش حتی در جمع مردم با واکنش خیلی تندی مواجه شد از طرف کسانی که خانه هاشون ویران شده بود. و دوباره برگشتن به همان چهره هایی هست که از طرف تظاهر کننده ها بخشی از سیستم فاسد به گفته معترض ها هست و چیز زیادی
رو تغییر نخواهد داد از نگاه کسانی که تا الان به خصوص قشر جوانی که امیدوار بودن شاید حرکتشون به یک نقطه به یک اصلاحات واقعی سوق پیدا بکنه. هرچند آقای حریری مثل کسی که جانشین شده آقای حسان دیاب باز هم وعده های خیلی بزرگی داده که یک بخشی از صحبتش رو میبینیم. از نمایندگان و به ویژه آنهایی که به من افتخار داده و رأی دادند تا کابینه ای از کارشناسانی غیر همسو از نظر سیاسی تشکیل بدهم تشکر میکنم. کابینه ای با مأموریت اصلاحات اقتصادی، مالی و ساختاری که در برگیرنده ابتکار و نقشه راه فرانسه است. من به لبنانی هایی که از مشکلات تا سرحد ناامیدی در رنج هستند میگویم مصممم تا به وعده هایم عمل کنم، تا جلوی سقوط اقتصادمان، جامعه و امنیتمان را بگیرم و آنچه را که بر اثر انفجار بیروت ویران شد دوباره بسازم. به ابتکار فرانسه اشاره میکنه آقای حریری که البته خیلی همین الان شکست خورده میدونن. دیگر کشورهای منطقه از این انتخاب دوباره او فکر میکنی چه نظری دارن؟ نفیس اگر کوتاه بفرمایید. به نظر میرسه با توجه به اینکه در رأی گیری امروز هم جنبش عمل، گروه‌های نزدیک به حزب الله و هم گروه‌هایی که به صورت سنتی طرفدار آقای حریری هستند رأی مثبت دادن، بخش بزرگیشون به نظر دوباره همون بالانسی داره ایجاد میشه که قبلا بود از برای کشورهای منطقه به خصوص برای ایران و عربستان سعودی. حزب الله لبنان باید بگم که خود آقای حسن نصرالله بارها گفته بود که از برگشتن آقای حریری استقبال میکنه و به نوعی الان آقای حریری مقبول ترین چهره برای همه کسانی که به نوعی دست در تحولات لبنان دارن شناخته میشه و کسی که میتونن باهاش کار بکنن ورای این که این شخص از طرف افرادی که در خیابان دنبال تغییر اساسی در رژیم لبنان میگشتن نخواهد بود. متشکرم. اما برای کشورهای منطقه‌ای چرا، قابل قبوله. ممنونم از تو نفیسه کوهنورد. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. واشنگتن میگوید ایران برای تخریب وجهه دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و ایجاد ناآرامی در آن کشور ایمیل‌های تهدیدآمیز به رای دهندگان دموکرات فرستاده. تهران این اتهام را تکراری و ساختگی خوانده. به گفته مقام‌های محلی در ولایت تخار افغانستان 12 نفر از حمله هوایی به یک مسجد کشته شدند که اکثرشان کودک بودند. در ادامه برنامه، نگرانی از انقراض بیش از 90 گونه ماهی در جهان. دانشمندان میگویند عروس دریایی را در سفره‌ها جایگزین کنید. آمریکا از کشورهای امضا کننده معاهده منع جنگ افزارهای هسته‌ای خواسته از این پیمان خارج شوند. به گزارش اسوسییتد پرس در نامه ایالات متحده آمده علاوه بر آمریکا 4 قدرت هسته‌ای دیگر یعنی روسیه، فرانسه، بریتانیا و چین در مخالفت با پیامدهای این پیمان موضع یکسانی دارند. بیاتریس فین مدیر کارزار برای محو تسلیحات هسته‌ای گفته این معاهده هیچ تضادی با MPT ندارد و اقدام دولت ترامپ را برای تحت فشار قرار دادن کشورهای امضا کننده معاهده مورد حمایت سازمان ملل بی سابقه خوانده. به روز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای از وین پایتخت اتریش با ما هستن. آقای بیات، میشه بیشتر به ما بگید که تفاوت معاهده منع جنگ افزارهای هسته‌ای با MPT چیه و چرا آمریکا خواستار خروج این کشورها از این معاهده است؟ NPT مخالف گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای در جهان، اما با اونایی که وجود دارن اجالتا کاری نداره. اجالتا میگم، تکه میکنم. در واقع NPT روی سه پایه استواره. یکیش این که جنگ افزارهای هسته‌ای گسترش بیشتر پیدا نکنن، بیش از اون چند کشوری که 5 کشوری که به طور رسمی دارن، 4 کشور هم بعدا اضافه شدن که به طور غیر رسمی، از اینا گسته بیشتر فراتر نره. و این یه پایشه. یه پایه دیگه اینه که کشورهایی که دارای سلاح هسته‌ای هستند در جهت کم کردن و به طور دراز مدت به کلی از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای کار بکنن. سپایه سومش هم که کمک بشه به کشورها برای
تکنولوژی هستی. منتها اشکال کار در اینه، در بخش اولش یعنی آنکه جلوگیری از گسترش موفق بوده، اما آنجا که مربوط به جلوگیری کردن از، یا بگیم برعکس به این سمت که تعداد سلاح‌های هسته‌ای در جهان کاهش پیدا کنند، کیفیتشون تقلیل پیدا کنند در جهت نابودیشون، این مؤثر نبود. یعنی کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای به طور مشخص و برجسته امریکا و روسیه نه تنها در این سمت قدم نگذاشتن، بلکه مدرنیزه کردن. حتی امریکا میخواد ببرشن به فضا. خب از این لحاظ قابل فهمه که کشورهایی به این فکر افتادن که یک وسیله دیگر استفاده کنن برای اینکه دراز مدت وجود سلاح‌های هسته‌ای از بین بره. فرق این دوتا پیمان این است که آن یکی اجالتاً وجودشون قبول داره، فکر میکنه دراز مدت از بین ببره، این یکی از اول اصلا با وجود سلاح‌های هسته‌ای مخالفت میکنه. و این آن چیزی است که کشورهای دارنده سلاح هسته‌ای از جمله امریکا رو به تکاپو انداخته که این موافقت نامه جز حقوق بین الملل نشه، زیرا که این تریتی به اصطلاح، این تعهد، این معاهده به تصویب شورای مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و اگر 50 کشور اینو در پارلماناشون تصویب بکنن، در اون صورت میتونه تبدیل بشه به یک معاهده نامه بین المللی. و آن چیزی است که امریکایی‌ها ازش وحشت دارن و استدلالی هم که میکنن به کلی بی اساسه. یعنی اینکه بگن اگر که جلوگیری بکنیم پوشش بشه در جهت از بین بردن سلاح‌های هسته‌ای در مغایرت با NPT، به هیچ وجه اصلا توضیح درستی نیست. در واقع یک انحرافی از موضوعه. بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای از وین، متشکرم از شما. خواهش میکنم. کمتر از 2 هفته به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین سفر به ایالت‌های مختلف را شروع کرده تا مردم را به رأی دادن به جو بایدن نامزد دموکرات‌ها دعوت کند. آقای اوباما دیروز در پنسیلوانیا به شدت از عملکرد دونالد ترامپ در بحران کرونا انتقاد کرد و گفت او غیر از خودش به فکر کسی نیست. جو بایدن در نظرسنجی‌های سراسری از آقای ترامپ به میزان قابل توجهی جلوتر است. کامبیز فتاحی همکارم از واشنگتن با ماست. مرزاد میخوام کنم اسمت نبود اینجا. بیشتر به ما بگو از این حملات لفظی تندی که آقای اوباما داشته به ترامپ. خب در ایالت پنسیلوانیا که ایالت بسیار حساسی هست، این اولین نطق انتخاباتی این دوره آقای اوباما است که به اونجا سفر کرد و به مردم اولا هشدار داد که به نظرسنجی ها اعتماد نکنید، چرا که دفعه قبل یعنی 4 سال قبل هم رقیب دموکرات آقای ترامپ جلو بود و بعد شکست خورد، بیاین رأی بدید. منتها در حین این سخنرانی عملات تندی کرد، هم رفتار آقای ترامپ رو به چالش کشید و هم سیاست‌های او در مورد در واقع رفتار آقای ترامپ گفت که او رو به یک عموی خلوچل تشبیه کرد که با عملکردش نژادپرستان رو در آمریکا گستاخ کرده، درس بی‌رحمی و همینطور ضربه زدن به بخش‌های دیگر جامعه رو به اونها داده. در مورد سیاستش در عرصه‌های مختلف از او انتقاد کرد، به خصوص در مورد عملکرد آقای ترامپ در بحران کرونا که گفت که او خودش رو هم نتونست مراقبت کنه، چه درسه به اینکه بخواد بیاد از شما مردم مراقبت کنه، و گفت که در این مورد خاص توییت کردن در تلویزیون و همینطور واقعیت‌ها رو خلافش نشون دادن دردی رو درمان نمی‌کنه. دولت باید یک سیاست درستی داشته باشه که به گفته او دولت آقای ترامپ نداره. به هر حال این اولین نطق انتخاباتی آقای اوباما در حمایت از جو بایدن بود که ظاهره و از پنسیلوانیا شروع شد، قرار در چند ایالت حساس از جمله فلوریدا هم آقای ترامپ به سخنرانی‌هاش در روزهای آینده ادامه بده. متشکرم از تو کامبیز فتایی در واشنگتن.
یافته‌های پژوهشگران استرالیایی نشان می‌دهد بیش از 90% گونه‌های ماهی در معرض انقراض در جهان به طور قانونی و در ماهیگیری صنعتی صید می‌شوند. دانشمندان پیشنهاد می‌کنند مردم به جای خوردن این ماهی‌ها عروس دریایی بخورند. لیسا انگرشوین، زیست‌شناس دریایی، دلایل این پیشنهاد را توضیح می‌دهد. از نظر من یکم قزروفیه. مزهشو تو دهنم دوست ندارم، اما خیلی از مردم قرچ و قروچشو دوست دارن. دانشمندان استرالیایی پیشنهاد می‌کنند که مردم برای جلوگیری از انقراض ماهی‌ها عروس دریایی بخورند. وقتی که ماهی رو از آب می‌گیرید، اونو گرفتید، مصرف میشه و تمام. اما هویت ژنتیکی عروس دریایی با گرفتن اون از آب تموم نمیشه. مثل چیدن سیب از درخت میمونه. وقتی سیبی رو بچینید، درخت سیب‌های بیشتری میده. سیب‌هایی که از نظر ژنتیکی مثل سیب قبلی‌اند، هر چقدر شما سیب بیشتری بچینید، درخت سیب بیشتری میده. عروس‌های دریایی هم همینطورن. اونا جفت‌های نظیر یکدیگه دارن. از منظر ماهیگیری اونا ایده‌آلند، چون تجدیدپذیرن. و سوال این است که کدام نوع از عروس‌های دریایی قابل خوردن هستند؟ گونه های زیادی از عروس دریایی در استرالیا قابل خوردنن. متداول تر از همه بلو بلابر یا براون بلابره. در واقع از یه گونند. بزرگ و روشن و به طور باور نکردنی بیشمارند. عروس های دریایی غذای رژیمی فوق‌العاده‌ای هستند. 36 کالری در هر 100 گرم. مشابه کاهوی سالادی اما پروتئین دار. اما آیا خوشمزه هستند؟ خودشون مزه‌ای ندارن و طعم سوسی رو میگیرن که بهشون بزنید. اگه سس خوبی استفاده کنید مزه خیلی خوبی میدن. از خیلی جهات یه غذای فوق‌العاده‌اند. خیلی از مردم اونو دوست دارند. تشویق به خوردن عروس دریایی پس از تحقیق اخیر درباره ماهی‌ها بیشتر شده. تحقیقی که نشان می‌دهد بیش از 90% ماهی‌های در معرض خطر در جهان به طور قانونی و به شیوه ماهیگیری صنعتی صید می‌شوند. ما باید به عواملی که جمعیت ماهی‌ها رو تهدید می‌کنه توجه کنیم و تلاش کنیم مشکل رو حل کنیم. یعنی به سمت گرفتن عروس دریایی هجوم نبریم. ما تأثیر مخربی بر گونه‌های مختلف ماهی‌ها گذاشتیم. به طور دیوانه‌واری ماهیگیری می‌کنیم. اگرچه عروس‌های دریایی تجدید پذیرند، اگر در گرفتن آنها زیاده روی شود، می‌تواند برای اکوسیستم مضر باشد. و اگر خواستید مطالب بیشتر و متنوع رو در وبسایت ما میتونید دنبال کنید. همین حالا در صفحه هنر وبسایت ما گفتگویی هست با محمود دولت‌آبادی که این گفتگو در برنامه تماشا پخش شده و البته ویدیو این گفتگو در این صفحه در وبسایت ما هم هست. آقای دولت‌آبادی در مورد رمان تازه‌اش با نام اسب‌ها از کنار یکدیگر صحبت کرد و گفته اگه مجوز ندن شاید زوال کلونل رو با صدای خودم در اینترنت منتشر کنم. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی بی بی سی هستید.